علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه دیگری از مضمون حقوق بین الملل به بحث میگیریم، آغاز میکنیم. در جلسه امروزی ما بحثی را که ما شما مورد مطالعه قرار میتیم، معیدات در حقوق بین الملل عمومی هست که ما جلسه امروزی را از تعریف معیدات آغاز میکنیم که معیدات چی هست، و بعد از اون میریم به مسائل بعدیش. دوستای عزیز، تعریف معیدات در حقوق بین الملل عمومی عبارت از ضمانت های اجرایی است که در صورت تخلف یا تخطی یک دولت از طرف دولت ها در نظر گرفته شده و در برابر دولت متخلف از قاعده بین المللی تطبیق می شود. ما در تعریفی که از معیدات در حقوق بین الملل داریم، معیدات طوری تعریف کردیم که عبارت از ضمانت های اجرایی است. ضمانت اجرایی به مفهوم این است که یعنی یک موضوع در سطح بین المللی باید جنبه تطبیقی و اجرایی را داشته باشد. در صورتی که این موضوع در سطح بین المللی جنبه تطبیقی و اجرایی نداشته باشه، در این صورت حقوق بین الملل یا دولت ها چی را در نظر می گیرن؟ ضمانت اجرایی میگه در صورت تخلف یا تخطی یک دولت، در صورتی که یک دولت از یک قاعده بین المللی تخطی کنه یا تخلف کنه، از طرف دولت ها در نظر گرفته شده، از طرف دولت ها در نظر گرفته می شود و در برابر دولت متخلف از قاعده بین المللی تطبیق می شود. اینمی ضمانت های اجرایی یا قاعده های اجرایی در صورتی که یک دولت یک تخلف بین المللی را مرتکب می شود، در برابر چی می شود؟ اجرا می شود. مثلا ما شما در جلسه قبلی بحث چی را مورد مطالعه قرار دادیم؟ اصول حاکم بر حقوق بین الملل. در صورتی که یک دولت این اصول تطبیق و رعایت نکنه، دقیقا امی قاعده ها بالاش میشه؟ تطبیق میشه. مثلا منع یا استعمال زور در روابط بین المللی، تساوی حاکمیت، عدم مداخله. یعنی در صورتی که یک دولت در امور دولت دیگر مداخله کنه، حقوق بین الملل چی را در نظر گرفته؟ یک ضمانت اجرایی باید وجود داشته باشه که اینمی ضمانت اجرایی را ما تحت عنوان معیدات در حقوق بین الملل چه میکنیم؟ مورد مطالعه قرار میدیم. انشاءالله توضیح یا تعریفی که از معیدات در حقوق بین الملل ما کردیم، خدا کنه که شما برداشت های کامل خود کرده باشین. و بازم توضیح میتونم که وقتی که ما میگیم معیدات در حقوق بین الملل، عبارت است قاعده های اجرایی است یا قواعد اجرایی است که حقوق بین الملل یا دولت ها در صورت تخلف دولت های دیگر ای را چی میکنن؟ انجام میدن. دکتر ضیاء بیگدلی، دانشمند ایرانی، بحث معیدات در حقوق بین الملل را تحت عنوان ضمانت اجرا در حقوق بین الملل یاد نموده است. ما یک کتاب داریم تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی که نویسندش دوست عزیز امی دکتر ضیاء بیگدلی هست. ای در کتابش از معیدات تحت عنوان ضمانت های اجرا در حقوق بین الملل چه کرده؟ یاد کرده. دلایل چند در مورد تطبیق مقررات بین دولت ها، دلایل چند را در مورد تطبیق مقررات بین المللی بین دولت ها می داند. موضوعات ذیل است. دکتر ضیاء بیگدلی یک سلسله دلایل منحیث موضوع قابل اجرا یا از جمله موضوعات میدانه که دولت ها
مجبور هستند بر اساس دلایل روابط چون حسنه میان هم چکنه نگاه کنند، یا روابط دولت ها به شکل حسنه میان هم ادامه پیدا میکنند. الزام به حفظ منافع متقابل، الزام به حفظ منافع متقابل. دولت ها مکلف هستند که منافع متقابل همه چی کنن؟ رعایت کنن. منافع متقابل در میان هم توسط دولت ها چی میشه؟ باید رعایت شه. احساس مسئولیت اخلاقی، دولت ها راجع به اجرای تعهدات چون در برابری هم مسئولیت اخلاقی دارند. حتی در روابط شخصی شما ببینین که زمانی که یک فرد در برابر فرد دیگر راجع به یک موضوع تعهد میکنه یا متعهد میشه که باید موضوعی را انجام بده، در جامعه ببینیم که یکی از مسائلی که فرد وادار به انجام یا متعهدش میدانه بحث مسئولیت های اخلاقیش است. جلب توجه افکار عمومی، موضوع دیگری که روابط دولت ها را به شکل منظمش دوام میته یا ادامه میته بحث افکار عمومی است. زمانی که یک دولت در برابر دولت دیگری تخلف میکنه یا تخطی میکنه در سطح جامعه بین المللی، این دولت منحیث یک دولت متخلف و متخطی چی میشه؟ دانسته میشه. ترس از اقدامات قهری طرف مقابل، بحث دیگری را که دولت ها مکلف به این میشن که تعهدات چون رعایت کنن، بحث ای است که ممکن است کشور طرف مقابل در مقابلشان چی کنه؟ اقدام قهری انجام بده، یعنی عکس العمل انجام بده. به مو خاطر دولت ها مکلف و این میشن که تا تعهداتشان به شکل درست شکنن ادامه بدن و به پیش برن. پنجم، انتشار اسناد اعمال خلاف مقررات بین المللی کشور متخلف. ممکن است که اسناد در سطح بین المللی منتشر شود و اعمال کشور متخلف چکنه توجیه بده. مثلا یک کشوری که در سطح بین المللی به تعهداتش عمل نمیکنه، تجاوز میکنه به قلمرو دیگه کشور، یادهای بین المللی، جامعه بین المللی عمل خلاف ای را بیشتر چه میکنن؟ توجیه میکنن که این موضوع باعثی میشه که کشورها در روابطشان از اصول و پرنسیب های بین المللی چی کنن؟ استفاده کنن. قطع روابط بین المللی با کشور متخلف، موضوع دیگری که در میان کشورها شکل میگیره یا ایجاد میشه ای است که روابط بین المللی با کشور متخلف چی میشه؟ قطع میشه. اتخاذ تصمیم از طرف سازمان ملل متحد به اشکال گوناگون، اتخاذ تصمیم از طرف سازمان ملل متحد به اشکال گوناگون. در بعضی حالات ممکن است که سازمان ملل متحد اقدامات قهری را بر علیه کشور متخلف روی دست بگیره و کشور متخلف مثلا تحریم وضع کنه یا اقدامات دیگر را بر علیهش انجام بده. پس از نظر دانشمند زیای بگدلی این هفت مورد از جمله مواردی هست که کشورها را مکلف به این میسازه که اینها روابط چونه به شکل حسنه و درست میانی هم چی کنن؟ ادامه بدن. میم در بحث دیگرش دوستای عزیز، در حقوق بین الملل عمومی معاهدات ذیل وجود دارد و دولت ها در صورت نیاز در برابر هم از آن استفاده می نماید. معاهداتی که یا ضمانت های اجرایی که در حقوق بین الملل بین کشورها وجود داره یا در نظر گرفته شده، ما شما او را مورد مطالعه قرار می دهیم. اولین اقدامی که کشورها در برابر هم استفاده میکنند یا انجام میتن، ما
از اولین اقدام دوستای عزیز چی میکنیم؟ آغاز میکنیم. اولین اقدام تلافی یا اقدام بالمثل است. تلافی یا اقدام بالمثل نرمترین اقدامی است که یک دولت از آن استفاده می نماید. در حقیقت استفاده از این معیار تخلف از حقوق بین الملل دانسته نمی شد، اما در برابر یک عمل مغایر حقوق بین الملل دولت طرف مقابل به کار می رود. کار گرفتن با هدف استفاده از این معیار این است که دولت متخلف را از ادامه اعمال مغایر حقوق بین الملل باز داشته و آن را مکلف به این سازد که تا با وضع قبلی باز گردد. اولین اقدامی که کشورها من حیث ضمانت اجرایی یا معایده استفاده میکنند تلافی یا اقدام بالمثل است. دقیقا در صورتی که یک دولت در سطح بین المللی یک تخلفی را در سطح بین المللی انجام میده، کشور مقابل هم عین تخلف عین عکس العمل انجام میده. مثلا یک دولت شهروندای یک کشور از قلمروش میکنه اخراج میکنه، دولت دیگه هم شهروندای کشور مقابل است قلمروش اخراج میکنه، تکس بالا میبره، ای هم تکس بالا میبره، بنده را بند میکنه و هم بنده را بند میکنه. یعنی اقدامات مشابهی که تا کشور وادار به این بسازه که تا از اعمال خلاف پرنسپ های بین المللی چی کنه؟ دست بکشه. این اولین اقدام در سطح بین المللی است. دومین اقدام انتقام یا جبران بی‌ضرر. معیاری است که یک دولت به منافع قانونا حمایت شده دولت مقابل صدمه می زند. این معیار به خاطر این اتخاذ می گردد تا دولت متخلف را از ادامه عمل مغایر حقوق بین الملل جلوگیری نماید یا آن را مکلف به جبران خساره ناشی از عمل خلاف اصول بین المللی سازد، و این معیار از طرف اتباع دولت ها نه بلکه از طرف دولت ها اتخاذ می گردد. خب دوستان عزیز، دومین ضمانت اجرایی یا دومین معایده در سطح بین المللی انتقام یا جبران بی‌ضرر است یا جبران خساره. این معایده یا این ضمانت اجرایی در زمان مورد تطبیق قرار میگیره که یک کشور به منافع قانونی کشور دیگری چیکنه صدمه برسونه. یک کشور در برابر یک کشور دیگری یک تخلف یا تخاطی را انجام میده که به منافع کشور چه میکنه صدمه میزنه. در این صورت کشور متخلف مکلف است و مجبور است که جبران خساره بپردازه. مثلا یک کشور یک عملی را انجام میده که کشور متخلف و کشور دیگه از نظر مادی صدمه میبینه، پس این کشور مکلف میشه که جبران خساره بپردازه. انتقام در صورت موجودیت دو شرط زل صورت میگیره. دو شرط اگر موجود باشه انتقام صورت میگیره. یک، اعمال طرف مقابل غیر قانونی یا خلاف اصول شناخته شده حقوق بین الملل بوده و از ادامه آن اجتناب نورزاد یا جبران خسارت ننماید. اعمال طرف مقابل غیر قانونی یا خلاف اصول شناخته شده حقوق بین الملل باشه و از ادامه آن اجتناب نورزه یا جبران خسارت ننماید. خب دقیقا یک شرطشی است که امو دولت تخلفی را که انجام میده، عملی را که به عنوان تخلف انجام میده غیر قانونی باشه. یعنی یک عمل در مبرابر یک دولت انجام میده، عملش از نظر حقوق بین الملل چی باشه؟ غیر قانونی باشه. دولت متضرر زمانی به انتقام دست میزند که وسایل مسالمت آمیز برای جبران خسارتش کافی تلقی نگردد.
و از طرف دیگر مجردی که جبران خسارت صورت گرفت باید از انتقام دست بکشد. یک دولت در برابر دولت دیگر زمان دوست به انتقام میزند که جبران خسارت صورت نگرفته باشد یا جبران خساره را کافی نداند. از در صورتی که جبران خسارت صورت گرفته باشد دولت حق ندارد که به انتقام دست بزنه. دو، پرنسیب تناسب در انتقام رعایت شود. به این معنا که انتقام باید به اندازه ضرر و ارائه صورت گیرد و وارده صورت گیرد. یعنی پرنسیب تناسب در انتقام رعایت شود. به این معنا که انتقام باید به اندازه ضرر وارده صورت گیرد. یک عدم تناسب قابل ملاحظه در زمینه به وجود نیاید. در غیر این صورت خود خطای بین‌المللی را مرتکب گردد که مسئولیت را به وجود می آورد. یک، عمل غیر قانونی باشد. دوم چی باشد؟ انتقام به اندازه ضرر وارده باشد. یعنی اگر این کشور کم ضرر وارد که باشه، این کشور دیگه به بهانه جبران انتقام بیشتر ضرر وارد کنه، این در حقیقت خودش یک تخلف بین المللی انجام داره. مثلا در بعضی جزایی هم شما اگر ببینین بس عکس العمل، یک نفر به سنگ میزنه، نباید این نفر رو همراه مرمی بزنن. متناسب باشه، باید تناسب در عکس العمل باید وجود داشته باشه. قبل از من استعمال زور در روابط بین المللی دو انتقام وجود داشت. یک، انتقام با استفاده از نیروهای نظامی و مسلح. دو، انتقام غیر مسلحانه. منشور سازمان ملل متحد در فقره 4 ماده 2 انتقام مسلحانه را منع قرار داده است. این فقره در نموده است که تمام اعضای سازمان در مناسبات بین المللشان از تهدید به قوه یا استعمال یا آن بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد موانعت داشته باشد خودداری کنند. در گذشته ها هم شما ببینید دو نوع انتقام داشت. یک انتقام وجود داشت، یک انتقام مسلحانه و غیر مسلحانه، که سازمان ملل متحد در منشور را ذکر کرده که بعد از شکل گیری سازمان ملل متحد کشورها حق ندارند که از انتقام مسلحانه چی کنن استفاده کنند. شورای امنیت در قطعنامه 9 اپریل 1964 خود انتقام جویی های مسلحانه را تقبیه نمود و آن را مغایر اهداف و اصول ملل متحد خوانده است. روش های ذیل به منظور انتقام یا جبران بی ضرر به کار می رود. دقیقا شورای امنیت هم در قطعنامه 9 اپریل 1964 انتقام جویی های مسلحانه را چی کرده؟ منع کرده. چرا؟ به خاطر که روابط بین المللی بیشتر صدمه میبینه و کشورها مشکلات و اختلافات بین کشورها بیشتر چی میکنه؟ تبارز میکنه. روش های ذیل به منظور انتقام یا جبران بی ضرر به کار می رود. یک، اخراج همه اتباع دولت دیگر از ساحه خود برخلاف مواد که قرارداد موجود بین طرفین. دقیقاً روش هایی که به خاطر انتقام استفاده می شود بین دولت ها، یک، اخراج همه اتباع دولت. مثلا یک دولت می بینه که یک دولت دیگر تخطیر انجام می ده، دولت که متضرر شده میتونه که تمام اتباع و دولت از قلمرو شکنه خارج کنه. دو، پایان دادن به همه قراردادهای منعقده و عدم پرداختن قروض. دقیقاً پایان دادن به همه تعهداتی که صورت گرفته، تمام تعهداتی که بینشان صورت گرفته او را انجام نمیده و قرضش نمیپردازه. سوم، نگه داشتن تمام کشتی های طرف مقابل در بنادر که به نام امبارگو یاد میشه. تمام کشتی های کشوری که تخلف انجام داده او را در بنادر نگهداری میکنه، ای را در حقوق بین الملل به نام امبارگو میگن. چهارم، انسداد بنادر و سواحل طرف مقابل که به نام بلوکارت نامیده میشه. انسداد یعنی بند ساختن بنادر و سواحل طرف مقابل که به نام چی یاد میشه؟ به نام بلوکارت میشه. این چهار روش از جمله روش های مسالمت آمیز انتقام یا جبران خسارت هست که کشورها نظر به قاعده های حقوقی بین الملل از این روش ها چی میکنن؟ استفاده میکنن. خب دوستای عزیز، این بود جلسه درسی ما راجع به بحث معایدات یا ضمانت های اجرایی یا
قایده های جزایی در حقوق بین الملل، یعنی ای که زمانی که یک کشور در برابر کشور دیگری یک تخلفی را انجام میده که این تخلف در حقوق بین الملل، این عمل یک تخلف دانسته شده و حقوق بین الملل یک سلسله قایده های جزایی را در مقابل دولت ها در نظر گرفته که او را ما تحت عنوان معاهدات در حقوق بین الملل یک بخش مورد مطالعه قرار دادیم دوستان عزیز در جلسه امروز. انشاءالله در جلسه بعدی بقیه درسی که مربوط به معاهدات در حقوق بین الملل هست مورد مطالعه قرار میدیم. خدا کنه که از درس امروز شما امرو برداشت های لازم کرده باشین دوستان عزیز. در هر جایی که مشکل دیدین و میشه که مسیج کنین و انشاءالله ما در خدمت قرار دارم. سلامت و خیر باشین دوستان.